در میان همه بحران‌ها در سراسر سر جهان فول کرن. تروک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مردم رنجدیده دیده در میانمار تحت ستم و حکومت نظامیان را مورد توجه قرار می دهد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سهشنبه گفت که جامعه رنجدیده دیده روهینگیا از نبردهای مسلحانه که همچنان بین حکومت نظامی میانمار و گروه های مخالف ادامه دارد به شدت آسیب دیده است فولکر رو که در ادامه تاکید کرد که ایالت راخین از زمان آغاز مجدد جنگ در نوامبر گذشته ضربه سختی خورده است به گفته وی، در حالی که میانمار شاهد سومین سال متوالی حکومت نظامیان از فوریه باشد، بسیاری از جوامع در این کشور به ویژه روهینگیا، حتی پیش از آن از پیامد پیامدهای طوفان موکا و محدودیت‌های چند ماهه ارتش برای دسترسی به کمک‌های دوستانه رنج می‌برند. بر اساس گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل بیش از 554 نفر از اکتبر گذشته جان خود را از دست دادند کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت در سال 2023 تعداد غیر نظامیانی که طبق گزارش ها توسط ارتش کشته شدند به بیش از 1600 نفر رسید که نسبت به سال گذشته حدود 300 نفر افزایش یافته است وی در ادامه اظهار داشت از 26 هزار نفری که به دلایل سیاسی دستگیر شدهاند 19973 نفر همچنان در بازداشت هستند فولکر تروک همچنین تاکید کرد در طول سه سال گذشته حدود 1576 نفر در حین بازداشت توسط ارتش جان خود را از دست دادند کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خاطر نشان کرد که خدمات ارتباطی و اینترنت در حدود 74 شهرستان از جمله 17 شهرستان در ایالت راخین با تعطیلی جزئی متناوب یا کلی مواجه هستند فولکر تروک که از جامعه بین المللی خواست تا تلاش خود را برای پاسخگو کردن ارتش میانمار دوچندان کند.